وقت شما بخیر. رافائل گرسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک روز بعد از سفرش به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی گفت مذاکرات با ایران به هیچ نتیجه‌ای نرسید. The way I describe this is that میتونم این مسئله دستیابی به توافق را اینطوری توضیح بدم که در واقع این مذاکرات بی نتیجه بود. این به این معناست که مذاکرات ما هنوز تموم نشده و در تلاشیم که به توافق و تفاهم دست پیدا کنیم، ولی در مورد آنچه دیروز و در سفر به تهران در موردش گفته او کردیم به توافقی نرسیدیم. مدیر کل آژانس همچنین تاکید کرد که آژانس نمیتونه تضمین کنه که این نهاد از فعالیت‌های اتمی ایران اطلاعات کاملی داره. در طول برنامه با کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما ابتدا میریم به وین، جایی که همکارم احمد صمدی از مقابل ساختمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ما همراه شده. احمد، آقای گرسی خیلی خوشبین بود به این سفر و دیدارش با وزیر خارجه ایران، اما مطابق انتظارش پیش نرفت و دست خالی برگشت. جزئیات از تو بشنویم. نیوشا همینطوره. آقای گرسی خیلی امیدوار بود که بتونه مثل دفعه قبل یک توافقی رو از مقامات جمهوری اسلامی بگیره، اما خب این امکان پذیر نشد و در نهایت دیدیم که گفت هیچ نتیجه‌ای نداشته و اگرچه گفتگوهاش در تهران اعلام کرد که سازنده هست، اما در واقع نتیجه‌ای نداشته و امروز هم به این تاکید کرد. در واقع آقای گرسی امروز اشاره به این داشت که دوست داره که از ظرفیت‌های آژانس برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران استفاده بکنه و بتونه که راستی آزمایی بکنه، اما خب این اتفاق نیفتاد. نکته که امروز در خصوص کنفرانس خبری آقای گروسی داشت اظهاراتی بود که خب در تهران انجام شده بود و از سوی محمد اسلامی رئیس آژانس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مطرح شد و اظهارات ضد و نقیضی که به هر حال خبرنگاران اگه بهش توجه می‌کردن میتونستن بهش برسن. یکی از این اظهارات نقیضی که در تهران شده بود رو من از آقای گروسی پرسیدم که هم سوال و هم جواب رو ببینیم، بعد با دوباره من در خدمت شما هستم. Hello, I'm Ahmed Samadi from Iran International TV. نظر شما در مورد اظهارات و ادعای محمد سلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر اینکه شما هیچ انحرافی در برنامه هسته ایران مشاهده نکردید چیه؟ دیروز ما به هیچ وجه با مقامات ایران در مورد این موضوع مذاکره و گفتگو نکردیم و صحبت سازنده‌ای در این مورد نداشتیم. به نظر میرسه اشاره مقامات ایران به گزارش‌های قبلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده، وقتی که گفتن اختلاف نظری با آژانس ندارن، نه در مورد مسائلی که روز گذشته در تهران مطرح شد. نیوشا، موضوع دیگه‌ای که در واقع میشد بهش اشاره کرد موضوع بازرسان آژانس بود که خب در تهران شنیدیم که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن. آقای گروسی تاکید داشت که مجدداً این بازرسان دارن طبق ضوابط و معاهدات بین‌المللی عمل میکنن و امیدواره که دیگه از سوی مقامات جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت قرار نگیرن و اونها حتی فعالیت‌های بازرسان آژانس رو هم تسهیل بکنن. از طرف دیگه خب امروز دیدیم که واکنش‌هایی هم به سفر آقای گروسی بود. خب آقای رابرت مالی امروز واکنش نشون داد و در واقع در اظهاراتش به صورت غیر مستقیم اعلام کرد که اگر قرار باشه جمهوری اسلامی ایران به فعالیت‌های خودش ادامه بده و فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو سرعت بده، اون موقع ایالات متحده هم در واقع ساکت نخواهد بود و بیکار نخواهد نشست. این هم اشاره بکنم که فردا هم نمایندگان روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم یک کنفرانس خبری گذاشتن که خب در خصوص عدم اشاعه هسته‌ای هست و به موضوع ایران هم پرداخته خواهد شد. احمد صمدی همکارم از مقابل ساختمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، ممنونم از تو.